سلام دارم به شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی پارس. خوش آمدید به یک برنامه دیگر روز اول با بیژن فرهودی. دوستان، این چهارمین برنامه‌ای که از لس آنجلس تقدیم حضورتون میکنم. مهمان امشب برنامه روز اول یکی از اسطوره‌های موسیقی ایران است که حدود 6 دهه در این عرصه فعال بوده و ایشون رو باید یکی از سرمایه‌های هنری ملی کشور دونست. سلام میکنم به هوشمند عقیدی، خوش آمدید به برنامه. درود بر شما جناب بیژن فرهودی عزیز، یادش بخیر، چندین سال پیش در خدمتون بودم و درود به همه به قول معروف قدیمی همون تماشاییان عزیز یا تماشاگران خدمت هستم که بله بنده هوشمند عقیدی هستم. امروز عنایت فرمودن بنده رو دعوت کردن در تلویزیون بین‌المللی پارس که در خدمت شما باشم و سوالاتی که جناب عالی می‌فرمان به شرطی که تو رو خدا سخت نباشه بنده بتونم جوابگوی سوالات زیبای شما باشم. جناب عقیلی، درست فرمودید، چند سال پیش در برنامه بودید که من افتخار میزبانیش رو داشتم همراه با خانم شکیلا و هر دوی شما از طریق ماهواره در اون برنامه شرکت کردیم. واقعا یه حس دیگه داره آدم وقتی در کنار شما هست در داخل استودیو. خواهش میکنم، به هر حال خیلی خوشبختم در خدمتون هستم و امری باشه. آقای عقیلی، شما متولد اصفهان هستین ولی لهجه اصفهانی من زیاد ردیابی نمی‌کنم. نه، من وقتی آمدم آمریکا لهجه‌م رو عمل کردم. فرمودین مثل که پدر و مادر از آباده خدمت هستم. بله، پدر و مادر من آباده شیراز بودند، بنده در اصفهان. وقتی آمدن پدرم سالها در اصفهان، بنده در اصفهان متولد شدم، بزرگ شدم، مکتب رفتم، مدرسه رفتم، دبیرستان رفتم و دانشگاه رفتم. داشتم بیوگرافی شما رو میخوندم، متوجه شدم که قبل از اینکه در عرصه هنری اونقدر معروف بشی در تلویزیون کانال 3 اون موقع تلویزیون ثابت فعالیت میکردی. خودتون بیشتر توضیح بدید. بله، اون موقع بنده آمدم، وقتی که در تهران آمدم، علاوه بر که در تلویزیون ملی هر از گاهی که با آهنگایی که می ساختن و البته معلوم نه، مثلا یه آهنگ ساخته می شد بعد 4 تا 5 تا می گفتن اینه ایشون بخونه اونو بشون، انتخابی با خودمون نبود. بله. بعد شعرش مثلا بیشتر خانم شهین حنانه درست می کردن و اونجا یه رادیو چل تلویزیون بود که شاگردم می پذیرفت آقای حنانه، خدمت دست کنم که برحال داستان دیگه بود. ولی من در اون زمان گوینده می خواستم برای تلویزیونی که می فرمایین تلویزیون ایران بود یا ثابت میگین تلویزیون کانال 3 بود. البته به ثابت موقع هم گفتن ثابت پاسال، در واقع پاسال فامیل ایشون نبود، حبیب ثابت. ثابت، بله بله. تلویزیون بنده گوینده بودم و گوینده اخبار در دو قسمت بود، دو تا یک رو بود، یکی گوینده به اصطلاح از طریق رادیو می اومد، بله، اخبار داخلی بود و یکی هم مال یه رو به دیگهش مال دی پی آلمان و اسوشیتد پرس و اینها بود که یه آقای بوینی نامی بود میگفتید که من خودم ایشون که دو دفعه غایب بودن اینا مجبور شدم اونم بخونم. داستانی داره اگه بخوام تعریف کنم چه اتفاقی اون کاغذا میافتاد. چطور شد که وارد عرصه موسیقی شدید؟ خدمت هستم که من از اول از بچگی وقتی که خب میخوندم تو دبستان و دبستان اینها، دوستان بعد تو خانواده ها تا آهنگ میخوندم یا جلسه ای بود و اینها، همه به پدرم میگفتن ببین پسرت صدا داره، بس تعلیم ببینه چه مثلا بتون. پدر منو اول مخالفت بود، میگفت نه اصلا خوندن اون موقع قضیه اقل از 70 سال پیش دارم عرض میکنم، اینه که زیاد دوست نداشت اینا. بعد چون اصرار میکردن میگفت پس یه چیزی بگم، من میذارم تو رو تعلیم ببینی ولی به شرطی که تا دانشگاهی رو نرفتی و تحصیل نکردی دوست ندارم بری بخونی. بله. اونو بگیر. گفتم چشم، سمعن و طاعتن. همینجور هم شد. ما رو البته در زمان 16-17 سالگی ایشون ما رو سپرد دست آقای تاج اصفهانی، یادش بخیر، و در روزای جمعه ساعت 8 صبح در خدمت ایشون بودم و ردیفای رو مثل همایون اصفهان، ابو عطا سگاه اینها رو در نزد ایشون تعلیم گرفتم و یه ضبط صدا اومد، تازه اومده و ضبط صدای کوچیک و اینها داخل ضبط می‌کردم، کار ندارم. خدمت عرض کنم که بله این استاد دیدم. بعد موقعی که آمدم در تهران اساتیدی مثل آقای حنانه رو مثل آقای قوامی
اجرای زنده داشتید با اونا؟ بله درس میخوندیم یعنی. بله دیگه، آقای چند تا دیگه از استادا بودن که در خدمت، آقای مرتاش در جامعه بار بود اونجا. بله. میرفتیم خدمت اصلا. خیلی من استاد خیلی دیدم و برای همین هم است که جناب فرودی، من یکی از افتخاراتم اینه که در اینجا در مدت 2 سال تمام ردیف‌های ایرانی، تمام حالا میگن 7 دستگاه 5 نمیدونم آواز یا 12 دستگاه با گوشه‌هاش رو در 4 تا CD ثبت کردم که رو هم رفته 126 تا به اصطلاح گوشه ها میشه و این رو مثلا دارم دیگه. این افتخار منه که این از من بمونه و داشته باشه فرد. کسانی که میخوان موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی سنتی رو بشنوند، یاد بگیرن، میتونن از این سی دی ها استفاده کنن و این افتخار من خواهد بود. آقای عقیلی، شما که از انگشت شمار خوانندگانی هستی که هم در موسیقی کلاسیک واقعا خوش درخشیدید و هم در موسیقی پاپ و هم نسل قدیم هم نسل جدید همه با صدای شما آشنایی خوبی دارن و خاطرات خوبی دارن از کارهایی که شما اجرا کردید، چه در دوران قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. حالا ببینید، بعضی صدا صرفاً به خاطر هنجاری که دارن موسیقی کلاسیک رو میتونن خیلی قشنگ بپرورن. بعضی هم درست یک صدای مخصوصی دارن که میتونن پاپ میوزیک به اصطلاح یا موسیقی حالا مدرن امروز رو بخونن. حالا کار خداونده یا هر چی هست که من لطف به من کرده که من میتونم هم موسیقی کلاسیک رو بخونم و هم موسیقی، حتی موسیقی خب غربی رو. من در زمانی که رفتم در انگلستان برای فوق لیسانس و فوق برنامه همش آهنگای انگلیسی رو میخوندم. فوق لیسانس در ادبیات انگلیسی اگر اشتباه نکنم. لیسانس رو من در خود اومدم در تهران در اصفهان گرفتم. بله. در دانشگاه اصفهان در رشته ادبیات زبان انگلیسی و بعد که آمدم و استخدام شدم و اینها، بورسی که داشتم به خاطر وزارت تعاون امور روستاها من استخدام شدم که وابسته به نخست وزیر بود، نه نخست وزیری، یعنی شخص نخست وزیر کاغذ هم که داشتیم. بله. بله نخست وزیر بود چیزشون روی کاغذ. خدمت درستم که رفتم در لندن برای به اصطلاح خواندن تعاونی ها، در رشته تعاونی ها من خوندم و به اصطلاح پست گریجویت دیپلما یا فوق لیسانس در اونجا گرفتم. آقای عقلی، موقعی که در وزارت تعاون بودید، ببخشید که سوالشون قطع، اصلا در موقعی که در وزارت تعاون بودید فعالیت موسیقی هم داشتید؟ بله، بله، بله. آیا هیچ نوع ارفاقی هم بهتون میشد؟ چون مثلا در تلویزیون برنامه اجرا میکنید، مثلا در داخل وزارت تعاون بهتون یک ارفاقی بشه؟ نه، واقعا نه. هیچ مسئله ای نبود، اصلا کسی کاری نداشت که من بود. فقط خب دوستان بودن که دیشب دیدیم داشتم آهنگ خوندم خیلی قشنگ بود فلان، ولی هیچ وقت به اصطلاح دستن در کاران مثل رئیس ادارمون و وزیرمون و فلان اینا امتیازات ویژه‌ای نمیگیرن. نه. خب اشاره کردید به خوندن آهنگای غربی، اگه اجازه بدید امشب می‌خوایم 2 تا از کارهای شما رو پخش کنیم. یکیش یکی از آهنگای زبان انگلیسی خودتونه، آهنگ سوئی. خودتون در این مورد کم بیشتر صحبت کنید. خدمت عرض کنم، من حتی که در اصفهان که بودیم، من با یه دوست بسیار صمیمی که در مستشاری دیگه آمریکا کار می‌کرد با هم اتاق بودیم و ایشون خب انگلیسیش خیلی خوب بود و چون کار میکرد صفحات رو، صفحات 78 دور بود و فلان اینها، 45 دور 33 دور از اون موقع ها، این از سفارت میبرد و ما به جای درس خوندن فقط نوار گوش میدیم تو صبح. خدمت هستم که و من علاقه من شدم به صدای درجه اول نت کول یا نت کینگ کول که بهش گفتن، بین کراسبی، مت مونرو و بسیاری از خواننده‌های قدیمی دیگه که واقعا الان فکر می‌کنم صدا یعنی اونها گلدن اولدیز. آره من الان نمی‌دونم که بداریم به کجا می‌رسیم، کاری ندارم. و اینه که بعد در خیلی مثلا برنامه‌های فوق برنامه هم اونها رو هم یکی دو تا مثلا می‌خوندم با بچه های موزیک خودمون. بعد که در لندن رفتم اونجا هم در همون چیز بیشتر آشنا شدم و در برنامه فوق برنامه کالج به اصطلاح این آهنگا رو می‌خوندم، دو تا آواز می‌خوندم حتی وسطش. همین سوی
که خواهش من بعدا لطف خواهیم بکنیم بله. پخش کنین. سوهی وقتی که وسطش یه تیکه خودم اونجا فیل خوندم، من حسابی تو ارکستر اینو چهچه میزدم آغاز خوندم و مردم اصلا تعجب میکردم. بعد میمدم پشت صحنه میگفتم it was very 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 good but did, how did you do گفتم خب دیگه تو انجری ما ایرانی های چیزایی هست. واقعا صداتون گرمه و صدای دی مارتین چیزی کم نداره، بیشتر هم فکر میکنم هست. اگر اجازه دیم با هم Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you. Sway me smooth, sway me now. آقای عقیلی بسیار زیبا بود. خواهش میکنم. چقدر وقت صرف تهیه این ویدیو کلیپ یا نماهنگ شد؟ خدمت هستم که چه لغت قشنگی میگه نماهنگ. این رو خب آقای بامبوس درست کرد و یعنی از روی خود آهنگ این رو تنظیم کرد و مرتبه برای خوندن بنده، بعدم تو رفتیم خونده و بعد آقای کوجی ساترودی اون رو به سر تهیه کرد، فیلم برداری کرد که بله در محلی که داشت رفتیم و بله بسیار زیبا. خب شما در مورد کاراتون که وقتی من که مقداری مطالعه می کردم، تکرار و بازخوانی آهنگای قدیمی است تخصص های شما بوده آقای عقیلی؟ بله، من آهنگ هایی که دوست داشتم یا به صدام میخورده یا واقعا تحت تأثیر بودم دوست داشتم که بازم یه بوده که بخونم، کما که در دنیا به صدام معمول هست، کما که همین سوی یا مارینبا به صدام ریتم مارینباست. بعد از اینکه آقای دین مارتین خون اقلن 70-80 تا خواننده یه تالا اینو خوندن، از جمله اون عقیلی هم خونده. حوشمت عقیلی هم خونده. آقای عقیلی در مورد ترانه های دو صدایی صحبت کنیم که با بسیاری از چهره های کلاسیک موسیقی ایران شما همکاری داشتید، خانم آیده، خانم دلکش، خانم امیرا. نه با خانم امیرا نخوندم، این شانس رو نداشتم. نه خدمت هستم که اوائل وقتی که من خب نوجوان بودیم و اینها در اصفهان میدیدم که مثلا آقای ویین با دلکش و اینها دو صدایی میخوندم، منم خیلی تحت تاثیر این کار قرار میگرفتم. چون که در خود دانشگاه من اونجا خانمی بود برام ناهید دایی جواد که بعدم چند تا غم و غصه توی قلبم لونه کرد بله 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 و چقدر مشهور شد، چقدر آهنگ غم‌انگیز قشنگی بله. بود مال آقای جانبخش پازوکی. خدمت هستم که با خود آقای پازوکی بودیم، هم کلاس دانشکده بودیم که با خانمشون خیلیشون بودن که ایشون هم میخوندن بله. من با همین ناهید جان در اونجا خب این آهنگا رو اجرا میکردیم و چند تا دیگه. بعد که آمدم تهران هم با وسیله‌ای با خانم دلکش آشنا شدم که بعد شبها می رفتم پیش ایشون و در اون کانون هنرمندان یا فانوس ایشون در یه اتاق رو به اصطلاح سالن خیلی زیبا شوهرشون درست کرده بودن، همه مخطب بود، صندلی‌های به اصطلاح کوتاه و شمع‌های روی میز، شب زیبایی بود به اصطلاح. بنده همیشه در حدود 9 ماهی با ایشون برنامه میخوندم و چند تا آهنگای مثل نوروز، مثل فردا تو میایی، مثل یک شاخه گل، مثل بسیاری از آهنگا رو با همیشون میخوندیم و
و در کنسرت ها با خانم هایده یا یادشون همه اینا واقعا گفت یادشون بخیر. به آهنگایی که اشاره کردی نوبت توست و فردا تو میایی، بعد ترانه شنداغ هم اضافه کنیم، یکی از واقعا محبوب ترین کارهای شما بوده، به یاد ماندنی ترین کارهای شما. سلام. اون موقع ها که در ایران ترانه اجرا شد، یک صحبتی شده بود، میدونید در اون زمان کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران آقای ماهتابانی که رفته بودن اینها در آمور فکر میکنم مسابقه داشته باشن با تیم ملی بسکتبال چین، ایشون میره به دریا و غرق میشه. بله اصلا شناگر هم بودن. بله چون اصلا شناگرها غرق میشن، من چون شناگر هستم اصلا جرئت نمیکنم تا به زانو برم تو آب. اصولا بله اینجوری شد. آیا این ترانه همزمان شد؟ به خاطر ماهتابانی خوندید؟ همزمان شد. بله همزمان شد. اگه اجازه بدید یکی دیگه از کاراتون رو میخوایم پخش کنیم، دفعه کار البته فارسی زبانتون نه انگلیسی، ترانه خسته. بله بس که داستانی هم داره و پشت پخش ترانه خودتون از زبان خودتون داستان. چشم میدم برای آقای جهان بخش پازوکیز، شعر و آهنگ طبق معمول. بله خسته، هی که خسته کرد.
خسته کرده ای مراز لحظه ها، من از این قفس به یک بهار می روم. ای که جان خسته را به لب رسانده ای، تو به من که من دگر ز خانه می روم. تو خسته ای ز بودنم، تو مایلی به رفتنم. بسیاری خاطره هم خودم و بقیه دوستان دارن که یه کمی گرفتاری با هم دارن. و یه مسئله بگم که یه بار دیگه گفته بودم من در این رادیو یا تلویزیون، وقتی که این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها، کاری ندارم چون خب آدم خیلی وقت صرف میشه، در برنامه خوب ما آقای غریب‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم. بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن، وسطش یه دفعه قطع شد. آرم دوتا شیرای تلویزیون اومد و برنامه رو خانمی چیز کرد که فردا روز شنبه صبح اذان صبح و از فلان خلاصه. بعد اومدن خدای چی شد، برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون. بله، به هر حال خدمت هست کنم که فرداش زنگ زدم، بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات به خاطر همین آهنگ، به خاطر این آهنگ بعد خواسته بودن ایشون رو، بعد به خاطر شعرش گفتن البته ما که شما رو میشناسیم، همه چیز مسئله خیلی هنرمند بالایی هستین، ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا، شما مملکت حالت قفس داره که بعض اون به اصطلاح مفهوم شعرتونه برای ما تنه. اینو گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر یه سقف زندگی میکنه، از هم خستن، خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی، شعرش عوض کن. اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میروم. کلمه قفس عوض کرد. قفس عوض گفتیم. ولی مگر آقای وقت دوباره رفتیم از اول خرج کردیم. حالا کار داره. مگه این ترانه ها مورد تایید شورای شعر و موسیقی قرار نمیگیره؟ نه، اونا که ما رادیو بود مثلا که میخوندیم به جای خودش. ولی اینها رو نه، ما آزاد مثلا در استودیوهای آزاد ضبط میکردیم و بعد میدادیم تلویزیون یا رادیو پخش میکردن. دوست داشتم آقای عقلی، یادم یه ترانه‌ای هم بود به نام نماز که وقتی نماز پخش شد گفتن که معممی ناراحت میشن و اینا، و مجبور کردن فریدون فروغی رو که عوض بکنه ترانه رو به نیاز نماز تبدیل شد به نیاز. بله. ولی اون شعرهایی که خود رادیو میگفت، ما من خودم تو چندین شعر از رادیو خوندم، شعر از خانم حنانه بود، تلویزیون هم همینطور. بله. از تلویزیون اونا باید مثلا شورا تصویب میکرد شعر رو. شما چند تا آهنگ خوندین؟ من رو هم رفته به اصطلاح با بازخونی ها اینها حدود 136 تا حساب کردم. ولی که دقیقاً میدونید؟ بله، چون خب نشستن حساب کردم. بله. چون خیلی از خواننده ها مردشون سوال میکردن، میگفتن نمیدونید دقیقاً. بله، بعد چرتکه بزنیم. بعدن میفهمم. شما اهل سیاست هم هستین؟ دنبال میکنین تحولات رو در ایران مثلا چه میگذرد؟ بدون شک، چون بالاخره آدم دو تا گوش شنوا داره و میبینه، دو تا چشم بینا قاعدتا، ولی اونقدر سیاسی نیستم واقعا. نه به خاطر مثلا مسئله به خصوصی اصلا من چیز ندارم، ولی اونقدرها مثلا منم در یه مسائل سیاسی خیلی پنتریت کنم و خودم وارد کنم و فلان اینها اونقدر نبودم. هیچ وقت به فکر این افتادین به ایران برگردید برای بازدید حتی؟ اگه اجازه بدن که چرا نه. مشکل شما چی میتونه باشه؟ میتونه باشه حالا مسائلی مثلا مسائل مختلفی هست ممکنه که من از بنده الان تقریبا بگم که یه آدمی هم بسیار بسیار معمولی که تعصبی نسبت هیچ چیز ندارم. بله، مطلقا همه چیز رو من بر مبنای شعور و عقل و میسنجم از نظر خودم و به داستان‌ها و به مسائل و به اصطلاح سنت‌هام زیاد کاری ندارم. شما پیرو آیین بهائی هستید؟ آیا دنبال می‌کنید فرایض دینی رو انجام میدید؟ در بچگی اینها خیلی انجام میدادم. الان چطور؟ الان نه زیاد اونقدرها چیز نیستم به اصطلاح اون صورت انجام نمیدم. فعال نیستید؟ نه خیلی، یعنی عضو مثلا تشکیلاتی اونا نیستم. بله. خب برنامه‌تون چیه هوشمند عقلی؟ اگه از شما بخوام بپرسن که
در آینده میخواین چیکار کنید؟ در این چند سال آینده برنامه‌ای داریم؟ برنامه هنری؟ آلبوم تازه قراره تهیه کنید؟ چه کاری میکنید؟ نمیدونم، فکر نمی‌کنم. برای که من الان از ایام عید هم که گذشت، به هر حال میخوام خودم رو الان، من همونچون که فرمودین شما دیگه، الان 63-65 ساله که دارم برنامه اجرا میکنم، میخوام خودم به خودم بازنشستگی بدم بدون حقوق. ولی هنوز زوده. شما هنوز جوونید. برحال خواهش میکنم. صدای قشنگتون رو حیفه به این زودی بازنشستش بکنید. و یک به نصیحت یا وصیتی دارم به نازنینا و دوستان و خانم آقای اینو که میخوام بخونن یا میخونن. هر کاری میکنی بکنید، اون سیگار نکشی. بله، تارهای صوتی خوب نیست. خب اصلا مزخرفه. بله. حتی میخوام نمیدونم شنیدم والا تریاک اصلا دود به طور کلی بسیار بده. حالا مسائل دیگه اشکال نداره، خوراک هر چی میتونی بخوری، نمیدونم مگر کسی که الرژی داشته باشه، ولی کن هیچ وقت مثلا دود نکش برای صداتون، مخصوصا تا اون که جوان هستین، ولی وقتی که یک کمی گذشت میفهمی که چقدر اثر بدی داره روی حنجره انسان. خب معلومه دیگه، یه چیزی مشروبات الکلی هم همینطوره. نه مشروبات مسئله بقیده من اونقدر ها نیست. بله. خب عید رو چگونه میخواییم برگزار کنیم؟ جایی میخواییم برین؟ عید رو نه، من اتفاقا در چیز هستم، در شعله هستم، جمعه 21 و هفته قبلش. بله، هفته بعدش، یعنی هفته قبلش و هفته بعدش. بله. بسیار ممنون. خدمت هست کنم. ضمناً یه برنامه هم هست که برای افتخار کوروش بزرگ در اورنج کانتی هست که اون هم یک شنبه که میاد در خدمت هستیم در اورنج کانتی. بسیار عالی، انشالله اگه برنامه بتونم حتما میام. تشبیرین. خیلی خوشحال شدم هوشمند عقیلی، افتخاری بود که در کنارتون بتونیم یکی از این برنامه ها رو روز اول رو اجرا بکنم. قربان شما. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون جناب فرهودی. مرسی. عیدتون مبارک. خداحافظ. دوستان برنامه رو در همینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم از همراهیتون. تا برنامه هفته آینده روز اول با بیژن فرهودی، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شب خوش.